از اسلم علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر دین از تورین ایتالیا، پیرامون این خبر دعوت به عمل آوردیم. آقای علوی سلام و عرض ادب. آقای علوی، به نظر شما دلیل این گونه رفتارهای طالبان چیه؟ بفرمایید. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم شما، خدمت عرض کنم که صدای مرا دارین شما؟ بله بفرمایید آقای علوی. خدمت شما عرض کنم که در این شرایطی که طالبان قرار دارد، میخواهند که به فکر خودشان، به زعم خودشان، به نحو مشروعیت داخلی کسب کنند. یعنی به این معنا که اونها با پر اهمیت جلوه دادن آمدنشان به افغانستان و کنترلشان توسط افغانستان، میخواهند بین مردم مشروعیت کسب کنند، در حالی که یک فکر باطلی است و با این کار اصلا مشروعیت به دست نمی آید. آنجا که مشروعیت را تضمین میکند باید رضایت مردم باشد، که مردم به هیچ وجه از طالبان، از حکمرانی طالبان، از رویش حکومتداری آنها راضی نیستند و شرایط حاضر برای مردم افغانستان یکی از اسفناکترین شرایط و یکی از تاریکترین شرایط برای مردم افغانستان است. ما شنیدیم، ما در جریان هستیم که به اجبار و به زور امامان مساجد را احضار کردند و از آنها تعهد گرفتند که در منابر و مساجد روز 24 اسد را پر اهمیت جلوه دهند و این را به عنوان یک فتح و به عنوان یک ظفر به مردم معرفی کنند و امیرشان را که هیچ کسی او را تا هنوز ندیده و از او هیچ خبری نیست که آیا چنین انسانی، چنین فرد موجود هست یا نیست، او را معرفی کنه و استقلال و آزادی مورد نظر این گروه را به مردم تبلیغ کنند و از این استقلال بسیار به خوبی و به گونه فتح آمیز و ظفر آمیز یاد کنند. این قصد و نیت طالبان است. شکر از اسلم علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر دینی از تورین ایتالیا، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.